نوبت برای گرفتن روادید یا ویزای شنگن هنوز از دالان این مرکز ویزادهی سر می شود. داخل بینو سرودم است. مردم چند هفته روزانه یا جای خالی جستجو می کنند. ما یک ماه پیش نام نویس کردیم. دو ماه تلاش کردیم بالاخره موفق شدیم و می خواهیم ویزا رو گیریم و توسط استانبول پرواز کنیم. حجت گذاری به فرق از پیش مشکل تر شده است. آنها حسابات 3 ماهه بانکی را طلب می کنند. در صورت حسابات حداقل باید 300 هزار روبل داشته باشید. زپسی پروبلم کی است؟ نامنویس کردن مشکل است واقعا. بعضا تو می توانید در 3 روز روزنه آزاد پیدا کنی. حالت های می شود که ماها انتظار می شوید. به اتحاد اروپا پیشنهاد شده است که دادن روادید شنگن را برای شهروندان روسیه منع کند. با چنین پیشنهاد وکیلان پارلمان فنلاندیا مراجعه کردند. آکی لیندن سروزیر این کشور اعلان کرد که هلسینک باید ترتیب دادن روادید به روسها را مرکب کند. شخصا من فکر میکنم سیاست پیشنهاد ویزا باید سخت‌تر شود. این سبب های خود را دارد. نوابسته از موسم تحتیل ها وزارت کارهای خارجه فنلاندیا آماده است این مسئله را بازبینی کند. از این پیش برخی از کشورهای اروپایی تصمیم گرفتند پیشنهاد ویزا برای شهروندان روسیه را محدود کنند. جمهوری چخ، استونیا، لاتویا، لیتوا، رومینیا و لهستان تنها به اعضای خانواده شهروندان این کشورها یا در حالتهای محدود به روسها ویزا می دهند. لهستان طلب کرد که به شهروندان روسیه عموماً برای وارد شدن به قلمرو اتحاد اروپا روادید دادن نشود. روسها گوناگونند. از سوی دیگر در پیشانی آدم نوشته نشده است که او کی است، ولی به نظر من قطع کردن مناسبت نادرست است. روسیه از کشورهایی است که شهروندانش از همه بیشتر برای دریافت ویزای منطقه شنگن درخواست می‌دادند. به اطلاع کمیسیای اروپایی در دوره تو پاندمیا در سال 2019 شهروندان این کشور برای گرفتن ویزا بیش از 4 میلیون درخواست پیشنهاد کردند. روسها اساساً با هدف استراحت به اروپا می روند. ما می بینیم که یک قطار کشورهای اروپایی همان انتظار سیاحان روس هستند. شرکت های همکار ما در این کشورها سفر طریق دولتی سیوم را پیشنهاد می کنند. البته وزارت کار خارجه و راستوریزم ما را آگاه کردند. ولی طوری می بینیم در علاهدگی سیاحان همان می روند. ظاهراً مقامات روسیه به همه گونه تغییریابی وضع آماده بوده از این حالت ناراحتند. دمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین اعلان کرد که در صورت منع شدن پیشنهاد روادید شنگن به شهروندان روسیه، مسکو جدی از چاره‌های جوابی و سخت کار خواهد گرفت.